میخوایم بریم نبی رو ملا درس بشنویم ازش، که این شخص یکی از انبیای بزرگ کتاب مقدس است. همسرش یک نبی است، همسرش هم نبی بود، فرزندانش هم خادم خدا بودن. 60 سال خداوند و قوم خدا رو خدمت کرده و در برابر تمام مؤاخذه ها و بدگویی ها و مخالفت های قوم اسرائیل ایستاد که به اونها این درک رو بده: بت نپرستید، الله خدا نیست، امامزاده ها رو نرید بالای سرشون، اینها بت هستن. و اعلام کنه که اونهایی که چنین تعلیمات اشتباهی رو دارن میدن از طرف شیطانن، و نهیب بزنه. و ما امروز میگیم سرنگون باد، ما میگیم سرنگون همون نهیب زدن هستش. و اشعیام اونجا ایستاده بود، اما داره یک تحول بسیار زیبایی میشه که این تحول رو همه ما باید هر روز داشته باشیم. لطفاً بفرمایید. در سالی که عزیا پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود و صرافین بالای آن ایستاده بودند. صرافی منظورش فرشتگانه. قوم یهود معمولاً از این کلمه توی واژه فارسی به چنین چیزی نداریم ما، یعنی درست به نوع یاران خدا، فرشتگان خدا داره اعلام میکنه. بله، که هر یک از آنها 6 بال داشت و با 2 از آنها روی خود را میپوشانی و با 2 پاهای خود را میپوشانی. که همه اینها ساین و علامت قدوسیت خداست که فرشتگان در برابر خدا چگونه عمل میکنن. تعاریف بعدی هم داره که چون وقت نیست نمیتونم الان دربارش زیاد صحبت کنم، اما اون فضا فضایی هست که احترام خاصی به حضور خدای قدوس هست، همون احترامی که شما امروز دارید وقتی به کلیسا میاید تلفوناتون رو میبندید، این احترامه. صحبت نمی کنید، این احترامه. به زمان مشخص وارد کلیسا میشید، این احترامه. هوشیار هستید عملی و کاری انجام ندید که کلیسای مسیح لکه‌دار بشه، این احترامه به خداست عزیزان. بله، و با 2 پرواز مینمود و یکی دیگری را صدا زده میگفت: قدوس 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 یهوه سبایوت، تمامی زمین از جلال او مملو است و اساس آستانه از آواز او که صدا می زد می لرزید و خانه از دود پر شد. یعنی پر از جلال خداست عزیزان، جلال خدا اینجا هست. کلام خدا هم میگه هرگاه 2 یا 3 نفر در نام من یک جا جمع میشن، حضور من اونجاست. حضور خدا که اونجاست، جلال خدا هست یا نه؟ آمین که هستش. جلال خدا اینجاست عزیزان. حتما نباید یک کلیسای 50,000 نفری، 100,000 نفری باشیم. حتما با فیض خدا چنین کلیسایی ما در ایران خواهیم داشت، ایمان دارم. ایرانی هایی که منتظر ما هستن توی ایران حقیقتاً چنین رویاهایی دارن. اکثرا از ایران به من زنگ میزنن میگن برادر رسول، ما تو رویا میبینیم. من خودمو نمیخوام بگم، کشیشانی که دارن موعظه میکنن و جمعیت هایی که بیش از 100,000 نفر دارن گوش میکنن، گروه های پرستش، عزیزانی که ما که در پرستش هستن آماده باید بشن برای ایران. من نمیدونم چرا شعار نمیدن سرنگون با جمهوری اسلامی، من نمیدونم چرا درباره ایران صحبت نمیکنن، من نمیدونم واعظین و کشیش هایی که فراموش کردن برای ایران اومدن اینجا، مطابق ارمیا 49 اومدن اینجا یاد بگیریم. ما هنوز خدمت نمی کنیم، ما اینجا در جفا نیستیم، هیچ کشیش اینجا در جفا نیست. جفا این نیستش که کلیسا نصف بشه، جفا این نیستش که غیبت کشیشو میکنن، به کشیش دوز میگن، اینها جفا نیست. جفا این هست که من برم ایران و در اون سرزمینی که حتی بعد از این رژیمم افراد فالانج و متعصب خواهند بود که در برابر من بایستن، اما در نام عیسی مسیح من تو قم کلیسا بنا میکنم، توی شهراب کلیسا بنا میکنم با فیض خداوند. اونجا جفا میاد، اونجا سختی ها میاد، اینجا اینها نیست هنوز عزیزان. گروه های پرستش باید برای ایران آمده بشن، باید همه با هم یک دل بشیم برای سرنگونی این نظامی که نه از طرف خداست، هرگز از طرف خدا نیست. خدای ما خدای
محبت خدای قدوس هرگز اجازه این همه ظلم و ستم رو نخواهد داد. هرچند ما به خاطر نوع خدمتمون اینک توی حملات هستیم، اما هنوز جفایی شروع نشده. حملات ما این هستش که افرادی هستن زنگ میزنن به خادمین ما، به اعضای کلیسای ما، میگن برای چی تو اون کلیسا هستی؟ بیاید این کلیسا که کشیشش سیاسیه. ارسطو میگه همه انسان ها سیاسی هستن. ما تو تمام امور زندگیمون سیاسی فکر میکنیم، بعد اونجایی که باید سیاسی باشیم سیاسی نمیخوایم باشیم. خیلی جالبه، یادمون رفته که ما برای چی اومدیم بیرون هستن هممون. اگه شما به خاطر اینکه نظام اسلامی خوب جایی نبوده اومدی سیاسی هستی، تو سیاسی فکر نمیکنی؟ من سیاسی فکر نمیکنم، جمهوری اسلامی ما رو سیاسی فکر میکنه. چون میگه کسی که از دین اسلام بیاد بیرون مرتده و خونش مباهه باید کشته بشه. از دیدگاه اونا ما سیاسی هستیم. حالا چرا ما خودمون رو سیاسی نمیدونیم؟ یک سوال بزرگیه. حتما نباید به اندازه رهبران اپوزیسیون ما آگاهی نسبت به سیاست داشته باشیم، اما همون اندکی که به شما اجازه میده رأی بدی یا رأی ندی تو سیاسی هستی، منم سیاسی هستم. بله. پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم. وقتی که در حضور خدا رفت، وقتی که خدا رو ملاقات کرد، متوجه این شد اشعیا که گناهکاره. وقتی در حضور خدا میریم متوجه میشیم نه تنها گناه رو، بلکه نوع گناه و چگونه مقاومت کردن درباره گناه رو ما خواهیم آموخت. اشعیا نبی بود. عزیزان، من هرگز نمیتونم تصور بکنم چون کشیش هستم پس شاید من گناه کم میکنم. خیر، کی میتونه بگه؟ چه بسا من از شما بیشتر گناه میکنم. باید برم در حضور خدا، باید زانو بزنم و خداوند من نشون بده گناه من رو، اوت منو تعلیم بده. و تا زمانی که ما خدا رو ملاقات نکنیم، چه بسا در اون گناهان هر روزمون داریم زندگی میکنیم و دلخوش چهار تا موعظه و دست زدن و به به و چه چه و اینها میشیم. مواظب باشیم، هوشیار باشیم، اینها ما رو تبدیل نمیکنه. خدای خودت رو، خدای قدوس رو هر روز ملاقات کن، هر روز ملاقات کن. بله. و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. حتی ایراد قوم خودشم دید. داره اعتراف میکنه، اعترافی که ما میکنیم، ما نیز اعلام میکنیم خداوند ما گناه کردیم، ما الله پرستی کردیم، ما بت پرستی کردیم، ما امامزاده پرستی کردیم، تو ما رو بخشیدی و نیز رحمت تو بر ملت ما باشه که هنوزم الله پرستی میکنن، نمیدانن خداوندا. حقیقت خودت رو بر اونها آشکار کن، همون گونه که تک تک ما رو ملاقات کردی و در این ملاقات این حقیقت برای ما باز شد. ملت ما رو ملاقات کن خداوندا تا اونها نیز این حقیقت بر اونها آشکار شه. بله. آنگاه یکی از صرافین نزد پدر پرید، نزد من پرید و در دست خود اخگری که با انبر از روی مذبح گرفته بود داشت. آمین. و آن را بر دهانم گذارده گفت که اینک این لبهایت را لمس کرده است و عصیانت رفع شده و گناهت کفاره گشته است. امروز روح القدس را داریم و روح القدس این آتشی هستش که قادر میخواد و میتونه گناه ما را برداره. اون کشش هایی که دلیل گناه ما میشه اون رو میخواد پاک کنه از زندگیمون. پس لازم داریم بعد از موعظه، بعد از کلام، بعد از دعا تمرکز عمیق در حضور خدا داشته باشیم همچون اشعیا. بله. آنگاه آواز خداوند را شنیدم که میگفت که را بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک، مرا بفرست. وقتی که ما خدا رو ملاقات میکنیم، کشش رسول انقدر اینجا نباید بگه یک نفر کنار روبن باشه. روبن تنهاست. روبن جان یک دوره خیلی سخت مریضی رو طی کرده و من اگر بودم این کارو نمیتونستم بکنم. دلسوزی در دل من هست وقتی میام میبینم تو کلیسا یه جای خالی هست میایستم. حالا هزار نفرم به من زنگ بزنن بگن هنوز داری میری اون کلیسا؟ هنوز تو اونجا هستی؟ بابا این کشیشتون سیاسیه. میگم نه، من ایمان دارم به خداوندم عیسی مسیح، به رویایی که به کشیش رسول داده و من اینجا میستم چون این رو از خدا گرفتم.
نه از خود کشیش رسولم، نه از خادمی،